با سلام و درود خدمت هممیهنان گرامی، زنان و مردان زحمتکش، کارگر، معلم، بازنشستگان، مال باختگان، کارگران، همه کسانی که برای زندگی طبیعی و انسانی خودشون و همچنین برای ارتقای سطح زندگی در کشور ایران تلاش می‌کنند. همچنین با درودهای گرم و صمیمانه به دختران و پسران جوان و تمام کسانی که گامی فراتر از زندگی روزمره برمی‌دارند تا برای برقراری داد، آزادی، مهربانی، انسانیت و داشتن یک جامعه‌ای که لیاقت نام ایرانیان و زندگی ایرانیان رو داشته باشه تلاش کنند و این کار رو به نتیجه برسونند. هممیهنان گرامی، خودتون بهتر از من و امثال ما می‌دونید در شرایط سختی که همه شما دارید دست و پا میزنید و در سوی دیگر کسانی که سعی میکنند برای رهایی ایران از این شرایط دشواری که به وسیله حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه به اون دچار شدند و کشور ما رو به آستانه جنگ، به آستانه نابودی تمام زیرساختاش، تاریخش و حتی محو شدنش از صفحه روزگار بکشانند. کسانی که به نام اسلام و به نام دین، به نام مذهب به قدرت رسیدند، با فریب توده‌های مردم، با همکاری و همدستی کسانی که در گوادالوپ امکانات جهانی و رسانه‌ها رو در اختیار هیولایی به نام خمینی قرار دادند، با مغزشویی مردم ایران، با باز کردن ده‌ها هزار مسجد و صدها هزار طلبه‌ای که در حجره خانه های آن به اصطلاح مراکز حوزه های علمیه، اونها رو با شرایط بسیار بی‌رحم، شرایط بی‌عاطفگی، بی‌انسانیتی پرورش دادند، تبدیل کردند به نیروهای هیولایی برای پیشبرد سیاست های جهانی بر علیه مردم ایران، تاریخ ایران، ماندگاری ایران و خب نتیجهش هم در این 40 سال به دست آوردن. از یک کشوری که در حال ترقی بود، در حال رشد به سوی مدرنیزم و مدرنیته بود، در حال یعنی دستیابی به استقلال اقتصادی، صنعتی شدن و حتی تکنولوژیک شدن بود و صدها هزار از مردم کشورهای دیگر در اون کشور کار می‌کردند، امروز تبدیل شده است به کشوری که به واسطه مثلا یک تحریمی به چنین روزی میافتد که قیمت دلار از 15000 تومان 4000 تومان میگذرد، به واسطه یک خبری که ممکن است در ایران جنگ بشود یا نشود، مواد غذایی و دارویی رو حکومت انبار میکنه، کالاها رو پنهان میکنه در انبارها و احتکار میکنه با قیمتهای چند برابر به مردم محتاجی که تازه پول دارن میدن و اونهایی رو هم که بی پول و امکانات کردن که هیچ، و دست مردم رو از یک زندگی طبیعی و معمولی کوتاه کردن به بهانه گسترش اسلام. و این گسترش چگونه است؟ با حضور نظامی در کشورهای منطقه، در فلسطین، در لبنان، در سوریه، در یمن، در بحرین، تا به افغانستان و پاکستان و حتی بخشی از مسلمانان هند و از سوی دیگر در آسیای جنوب شرقی و شرقی و تا آفریقا و حتی آمریکای جنوبی. و همه اینها با برباد دادن پولهای مردم ایران، با برباد دادن آرزوهای مردم ایران و از بین بردن اون احساس استقلال ملی، احساس ایرانیت، احساس بزرگی، احساس مقاومت و همچنین اینکه ایرانی به عنوان مردمی با غیرت، با شرف، میزبان، مهربان و سفره گسترده بودند برای جهانیان، که جمهوری اسلامی با یک فرمول دیکته شده روانشناسی دینی و مذهبی از ما مردم ایران موجوداتی ساخته عجیب و غریب که در سطل زباله ها در جستجوی غذا باشند گروهی و عده این افراد رو ببینند و خودشون رو به نزدن، یعنی ندیدن بزنند
و او آن یادگارهایی که ما داشتیم که چو عذری به درد آورد روزگار، دیگر عذرها را نماند قرار. و یا تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. و یا همه برای یکی و یکی برای همه. و اون که کس نخارد پشت من، جز ناخون انگشت من. و آن که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. یعنی تمام فرهنگ ایران زمین که گرایش داشت به اجتماعی بودن، همدردی کردن، انسان بودن، از حقوق انسانی خودت و دیگران دفاع کردن، چیزی که از مثلا منشور کوروش و قبل از اون از فرهنگ آیین میترائیسم ایرانی، آیین‌های خردمندانه و خردورزانه مختلف ایرانی شروع شدش از 7000 سال پیش و در دنیای قدیم گسترده شد و پایه فکر و اندیشه همه مردم جهان در این دوران تاریخی شد. متاسفانه بعد از هجوم این مسلمانان و از بین بردن مبانی قدرت مردم ایران، با فریب دادن مردم ایران، همون کسانی که به نام حسن و حسین و نمیدونم ابوبکر و عمر و سپاه اسلام به ایران آمدن و چه قتل عام ها کردن که در کتاب‌های تاریخی هست، در جاهایی از تاریخ بیهقی، تاریخ طبری که 1000 سال پیش اینها نوشته شدن و در شاهنامه فردوسی به شکل دیگری، شکل اساطیری و حماسی بیان شدن، مردمی رو نشون میداد که ماها بازمانده‌های اونها بودیم که باور به خود داشتن، ایستادگی میکردن، مقاومت میکردن، امثال مزدک‌ها رو به میدان تاریخ فرستادن، مانی‌ها رو فرستادن، یعقوب لیث‌ها و بابک خرم‌دین‌ها، تا برسد به دورانی که از ستارخان‌ها، باقرخان‌ها، دلاوران آزادی‌خواه مختلف و دیگرانی که ایران نوین رو ساختند، تا کسانی که به ایران قدرت جهانی شدن دادند، تا قبل از سال 1357، هم گروهی در بین حکومتگران خردمند، هم گروهی در بین مردم آزاده و اندیشمند و تلاشگران، دانشمندان و کسانی که کار، تولید، کارخانه و صنعت نو رو به تدریج وارد ایران کرد. و مردم ایران از یک غرور و یک باور انسانی و یک احساس لیاقت و بزرگی برخوردار بودند. به همین دلیل وقتی تصمیم می گرفتند کاری رو از پیش ببرند، به باور تاریخ از پیش می بردند. ولی امروز در طی 40 سال کار سیستماتیک جمهوری اسلامی به فقر کشاندن مردم، تفرقه اندازی، دامن زدن به دروغ‌های دینی و مذهبی و مردم بیدین و بادین رو جلوی هم قرار دادن و شیعه و سنی رو جلوی هم قرار دادن، حنبلی و شافعی و امثال اونها رو، اسماعیلیه و شیعه جعفری رو درست کردن، همان 72 ملتی رو درست کردن که حافظ میگوید جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندانستند حقیقت ره افسانه زدن. این بلاییست که جمهوری اسلامی به خوبی ازش با ابزار دین و مذهب استفاده کرده، چنین تفرقهی به وجود آورده، چنین فقری به وجود آورده، چنین نابسامانی ایجاد کرده که از اون همه خردمندی، شجاعت، دلاوری، ایستادگی، باور به خود و غرور ملی و تکیه بر خردورزی و خردمندی که پایه‌گذار بسیاری از اندیشه ورزی‌های جهان از فلات ایران بودند، تبدیل بشیم به مردمی که می‌ترسند از کی؟ از موجوداتی ضعیف‌تر از خودشون که فقط اسلحه دادن به دستشون، که وحشت دارن از فقری که همین الان گریبانگیرشون هست و ادامه یک زندگی که معلوم نیست چی هست. و متاسفانه آمار خودکشی‌ها که اینچنین در ایران داره بالا میره و متاسفانه میبینیم که به جای مبارزه با دشمن، به جای ایستادگی در برابر این دزدان، این غارتگرانی که کشور ما رو به این ویرانی رسوندن، متاسفانه دست به خودکشی میزنن خیلی ها. به جای اینکه جلوی این دزدها، این غارتگران،
این کسانی که زندگی اونها رو به این روز غم‌انگیز و ناامیدی کشوندن بیستن و حق خودشون رو از اونها بگیرن و کشور رو از لوس وجود اونها پاک کنن، متاسفانه با دست خودشون گاهی خانواده هاشون گاهی هم خودشون از بین میبرن، و چه جوانانی که از این پلها خودشون رو پایین انداختند و یا دار زدن و یا به شکلهای دیگر به جز کشتار حکومتی که از این جوانان میکنند خودشون هم دست به کشتار خودشون زدن. همه اینا ناشی از چیست؟ ناشی از عدم خردورزی است. ناشی از این است که یک زمانی در ایران اشعاری بود که مثلا مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند اوست، و یا پشه چو افزون شود بزند پیل را، با همه تندی و صلابت که اوست. یعنی ببینید چه مفهومی داره این شعرهای زیبا، این ترانهای زیبایی که در اتحاد همبستگی مورچگان پوست شیر رو میشه درید و هباز همین مورچگان میتونن صلابت و تندی فیل و پیل به اون عظمت رو در هم بشکنن و بر او پیروز بشن. و این مورچگان سمبولی از همین مردم زحمتکش، مردم کارگر، معلم، بازنشسته، مال باخته، دانشجویان، جوانان بیکاری هستند که کماکان بخشی از اونها در مبارزه. همین هفته قبل باز تجمع داشتیم، اعتراض داشتیم در مقابل این همه نابسامانی و این همه ظلمی که حکومت آفریده، در جلوی مجلس، در جلوی سازمان برنامه ریزی یا در جلوی به اصطلاح دادگاه اقتصادی در تهران، که البته من اینا رو بی دادگاه میگم، برای که بازنشسته ها، مال باخته ها، فرهنگیان آمدند و باز برای دادخواهی اعتراض داشتند. همچنین خانواده ها و جوانانی که در رابطه با سهمیه بندی کنکور اعتراض داشتند و متاسفانه مورد حمله لباس شخصی های حکومتی واقع شدند، به اونها گاز اشک‌آور پاشوندن و اونها رو سعی کردن پراکنده کنن. از سوی دیگر گروه دیگری از مردم به شکل‌های مختلف، رانندگان، کارگران، معلمان، در جاهای مختلف ایران دست به اعتراض‌های پراکنده زدند. بخشی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و سندیکاها اخبار مربوط به دستگیر شدگان روز اول ماه می رو، این دختران و پسران شجاعی که هنوز در زندان جمهوری اسلامی هستند، فقط به دلیل حمایت از مطالبات و درخواست‌های برحق کارگران در جلوی مجلس اسلامی در میدان بهارستان که هنوز در زندان‌های قرچک و زیر بازجویی در 209 اوین هستند. همچنین یارانی مثل اسماعیل بخشی و سپیده فولیان و علی نجاتی دلاور، این سندیکالیست نیشکر افتفه که حالا براش اتهام امنیتی هم زدند، چرا که معلومه در زیر بازجویی ها ایستادگی کردند این عزیزان. و علی نجاتی یکی از کارگران است که در بازگشایی دوباره سندیکای کارگران نیشکر افتفه نقش جدی داشته است. همچنین متون و نامه هایی که از سوی سندیکای فلسکارمیک در رابطه با اعتراضات، مطالبات و سختی کار در اصلویه، در ذوب آهن و بخش‌های دیگه صنعتی که مربوط به بخش فلزکار مکانیک میشن منتشر کردند. همچنین بزرگداشت یاد یارانی که پناهگاه کارگران رو در ارتفاع 4000 متری قله توچال در شمال تهران، عزیزانی از سندیکای فلزکار مکانیک درست کرده بودند بیش از 50 سال پیش، حتی نزدیک به 55 سال پیش، که یاد اونها رو با حضور کوهنوردان سندیکالیست در قله توچال بزرگ داشتن و نذاشتن که فراموش بشن، و در کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد یا نیشکر هفت تپه و سندیکای فلسطین مکانیک این اخبار منتشر میشه، همونطوری که اخبار مربوط به اعتراضات معلمان، بازنشستگان و فرهنگیان هم در کانال‌های مربوط به
فرهنگیان، معلمان و کانال صدای معلم و کارگر که در اتحاد معلم و کارگر میکوشند. خب ما با این همه اعتراضات مختلف به شکل‌های مختلف که تازه اعتراضات دانشجویی دیگری هم بوده بخوایم بهش اضافه کنیم و یا اعتراضات مربوط به صنوف کارگری و پرستاران حتی در کرج بارها به میدان آمدن رو اضافه کنیم، میبینیم تقریبا اکثریت موز بگیران، حقوق بگیران، جوانان، دانشجویان، زنان و دختران شجاع که در رابطه با دفاع از حق و حقوق خودشون برای نداشتن و یا داشتن حجاب مبارزه میکنن و میلیون ها نفر از ایرانیان الان درگیر این مبارزه شدن، خانواده های زنان و دختران شجاع و اینکه در اتوبوس ها، در متروها، در جاهای مختلف این زنان و دختران شجاع به عمد روسری یا این شالو میندازن پایین و بعد زنان مفخورهای حکومتی، بسیجی ها، آخوندا و این سپاهی ها، نیروهای انتظامی میان به اینا اعتراض میکنن و جدیدن خوشبختانه میبینیم مردان شجاعی هم پیدا میشن و از این دختران و زنان دفاع میکنن و موضوع از حجاب کشیده میشه به دزدی و غارتگری با حجاب ها، خانواده های اونها که شما مثلا یه همچین چادری که خودش 1-2 میلیون تومان قیمت 6 متر پارچه‌اش از سرت میندازی از کجا میاری؟ شوهران شما چه کارن؟ یا آخوندن یا پاسدارن یا دزدن یا جز غارتگران حکومتی هن؟ ما چنین پولی نداریم و اصلا نمیخواهیم که چنین لباسی بر تن کنیم و جزو شما غارتگران باشیم. و فریاد مردانی که در مترو، در اتوبوس هایی که زنان و مردان با هم سوار میشن، در حمایت از این زنانی که از حق خودشون برداشتن نوع پوششون به اصطلاح دفاع میکنند، این صدای مردان هم در حمایت از اونها داره کم کم بیشتر شنیده میشه و امیدواریم که این روندها به یک روند بزرگی بیانجامد که همکنون از درون کشور ما به نام امضای 14 نفری که خواهان استعفای خامنه‌ای، تغییر قانون اساسی، گذر کامل از جمهوری اسلامی و برکناری آن، استقرار یک سیستم دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک و آزاد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و برابری حقوق همه مردمان ایران، زن و مرد، از هر تیره و تبار ایرانی شدند. و در کنار اونها هزاران نفر به این حرکت بزرگ به اصطلاح 14 امضا و یا من نفر 15 هستم پیوستند. و این صدای 15 نفر یا 15 ایرانی هر روز داره گسترده تر میشه. جایی خبر منتشر میشه از حمایت 500 نفر از دانشمندان، استادان دانشگاه در خارج و داخل کشور، جای دیگری حمایت احزاب و گروه ها و تشکیلات و شبکه های اینترنتی مثل اتحاد دموکراسی خواهان ایران که با شجاعت خانم شهلا انتصاری که یکی از اعضای اتحاد دموکراسی خواهان است و از پایه‌گذاران کمپین 1,000,000 امضای برابری حقوقی زنان و مردان ایران در دهه های 70 و 80 خورشیدی بودن هم از این حرکت مشتاقند. در کنار اون ایرانیاران هم این حمایت رو کردن. حتی در یک پروفایلی که در اینستاگرام هست به نام پروفایل به اصطلاح عکس های خانوادگی شاهزاده رضا پهلوی، ایشان هم اعلام حمایت و پشتیبانی از هر حرکت به اصطلاح براندازانه و دموکراسی خواهانه توسط مردم ایران و همین امضای 14 نفر برای برکناری جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام دموکراتیک کردن. به علاوه این که حتی در میتینگ پارک لاله که چند هزار ایرانی هم اونجا برای همین مطالبات، نه به جمهوری اسلامی، نه به دیکتاتوری، نه به فقر، نه به فساد، نه به جنگ و نه به دیکتاتوری تلاش می‌کنند، این چند هزار نفر هم در اونجا و حتی جبهه دموکراتیک بیانیه‌ای داد و از این مطالبه برحق استعفای خامنه‌ای، برکناری جمهوری اسلامی، تغییر قانون اساسی
استقرار یک حکومت دموکراتیک انسانگرا بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی سندیکاهای کارگری، آزادی احزاب، آزادی سازمان‌ها و تشکیلاتی شدن جامعه که با همین شبکه‌های مجازی بخشی از اون داره شکل می‌گیره، بحثایی که توی این گروه‌ها میشه و اطلاعاتی که رد و بدل میشه، مخالفت‌هایی که با هم دیگر می‌کنن و اطلاعاتشون رو به هم دیگه میدن و این سبب یک رشد اجتماعی و سیاسی در ایران میشه. کمتر میشنویم که دیگر کسی بگوید من سیاسی نیستم. من سیاسی نیستم یعنی من احمق هستم. من سیاسی نیستم یعنی من از حیواناتم کمتر هستم. به قول سقراط و ارسطو، کسی که میگوید من سیاسی نیستم یعنی اجازه میده دیگران برای او تصمیم بگیرند، دیگران برای او مسیر مشخص کنند، دیگران برای زندگی او، خورد و خوراک او، دستیابی او به منابع زندگی، آب، منابع حیاتی، دستمزد، داشتن تشکل‌ها و امثال اون نظر بدن و خودش رو حذف بکنه از این تصمیم گیری. من سیاسی نیستم یعنی این که من انسان نیستم. به قول ارسطو و سقراطی که بیش از 2000 سال پیش این بحث‌ها و صحبت‌ها رو برای احترام به کرامت انسان مطرح می‌کنند، که همونان تازه گرفته شده است از اندیشه‌های والای ایرانیانی که قبل از اونها در لوح کوروش این مسائل حق انسانی، حقوق انسانی و انسان بودن و حق انتخاب‌های انسان‌ها و احترام به این انتخاب‌ها و حقوق رو مطرح کردند. به هر حال ما در شرایطی هستیم که میتونیم خواهش کنیم از تمام هممیهنان به این کمپین‌های بزرگتر نب جمهوری اسلامی و نب خامنه‌ای و نب قانون اساسی جمهوری اسلامی بپیوندند و خود این نیروهایی مثل اتحاد دموکراسی خواهان، مثل ایران یاران، مثل میتینگ پارک لاله، مثل همین حمایت جهانی که داره میشه از این امضای 14 نفر برای برکناری خامنه‌ای و برکناری جمهوری اسلامی بپیوندیم. ما چاره‌ای به جز این نداریم. اتفاقا الان از سوی گروه‌های زیادی هم جزئیات آینده بعد از جمهوری اسلامی مثل شورای هماهنگی گذار، مثل شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی و دموکراتیک داده شده که در فضای اینترنتی میتونید با پیدا کردن لینک های اونها این جزئیات رو هم مورد بررسی قرار بدید و تکمیلش بکنید. به امید آزادی و آبادی ایران، چون همیشه با شعار اتحاد، مبارزه و پیروزی میهنانم رو به هفته پر از پیکار دادخواهانه برای آزادی و آبادی ایران میسپارم.